هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیدوارم که تا اینجای برنامه به شما لذت برده باشید و خوش گذشته باشه، و امیدوارم که به بقیه برنامه ما هم توجه کنید. منتها اینجا در حال حاضر دو تا از همکارای قدیم و جدید حضور دارن. بله، اینجا خانم بهار بهزادی نازنی که فکر کنم معرف حضورتون باشه، اونایی که قدیمی هستن، جدیدی ها خب نه. و در طرف سمت چپ من هم خانم شانی از همکارای جدیدمون. خوشحالیم، سال نوتون مبارک. سال نو شما هم مبارک. به نام او که هیچ نامی ندارد، به هر نامش بخوانند سر برآرد. منم تبریک میگم سال جدید رو پیشا پیش، و خیلی خوشحالم از اینی که در خدمت آقای زرمهر عزیز و بهار نازنین هستم. بله بهار جان، سال نو شما مبارک بعد از مدت ها. بله، سلام میکنم به شما، سلام میکنم به بینندگان خوب و گل شما، که خیلی خوشحالم اینجا در خدمت شما هستم. سلامی چوبوی خوش آشنایی آقای زرمهر. خب ما خیلی ساله که کنار این سفره نشستم، و در واقع یک برکت و زیبایی خوبی داره برای من همیشه برای شروع سال. خیلی خوشحالم از اینکه میبینم اتون. بله منم همینطور. سالها پیش ما سابقه همکاری ما شانی جان میره به، نمیگم که سنش رو مشخص نشه، میره به بیش از 20 سال پیش به هر حال، و گزارش های بسیار زیبایی رو تهیه میکردن که ما یکی از اون گزارش های داریم که اینجا پخش کنیم. مربوط به 21 دو سال پیشه. بله، که بازار نوروزی، میدونی بازار نوروزی ها را افتاده دیگه. بله، و نمیدونم شما ها رفتین یا نرفتین. شما دادید کانادا هستی؟ من هلوش 8 سال هستش اینجا هستم، و خیلی برام جالب بودش که در این کشور، خب ندیده بودم این همه ایرانی. قبلا در انگلیس زندگی میکردم در نیوکاسل، و ایرانی خب کمتر بود و ما بازار نوروزی و این شکلی نداشتیم. حقیقتا برام خیلی جالب بود اولین سالهایی که اومده بودم و این همه شور و شوق و تو ایرانی ها میدیدم. واقعا لذت میبردم که انگار دوباره برگشته بودم به دوران کودکی. واقعا حرف جالبی زدی. این یکی از خصوصیات خیلی خوب شهر تورنتوه، به خاطر اینکه ایرانی های اینجا واقعا عید رو جدی میگیرن و خیلی اصلا با شادی میکنن، با وجود اینکه ما در واقع هوای تورنتو خیلی اون حال هوای نوروز و عید رو نداره، ولی ایرانی های بسیار باحالی داره شهر تورنتو. هوای دل ایرانی بهاری میشه اصلا، اسفند که میشه دیگه به پیشواز این بهار و زیبایی زایش طبیعت پیشا پیش میرن و خوشحالی میکنن، مخصوصا بازارهای نوروزی که این جو و تولید میکنه. بله دقیقاً، جمعیت واسه اگه یه نفر باشه زیاد آدم حال نمیکنه. مثلا نمونه که تو یک استادیوم 100,000 نفره فقط دو نفر نشسته باشن فوتبال نگاه بکنن، بله، اصلا حال نمیکنه. هیجانش به همون اتمسفر اون جمعی است که اونجا هستن. دقیقاً. تو بازارهای نوروزی میبینن ای فلانی رو میبینن سلام علیک میکنن، بعد بساط آجیل و شیرینی فضا عوض شده. دقیقاً. من ولی امسال نمیدونم، خود من اصلا با یک حال و هوای دیگه ای سالم رو شروع میکنم. من امسال پای سفره هفت سین سالم رو به نام ایران شروع میکنم. به جای رجوع اول به حافظ سعدی، میخوام با اسم کیان و شکیبا و راستین و مهسا شروع بکنم. واقعا امسال اصلا یک حال هوای دیگه ای عید برای خود من داشته و داره. داشتم به این موضوع فکر میکردم، به سالهای قبل صحبت گزارش کردین، فکر کنم سال 2002 اینطور 2002 یا 2003 بود که من برای گزارش نوروزی رفتم ایران، و یادم میاد که یه قسمتی از این گزارش رو رفتم توی میدان آزادی با استادم و صحبت کردم، و خب همش این
در واقع ته دلم نگران بودم که وقتی داشتم اونجا صحبت میکردم، بعد منتهی به خودم میگفتم خب من که کار بدی نمیکنم، من فقط دارم یک تبریک سال نو رو میگم، میخوام فقط یک در واقع توکن یا یک گوشه ای از ایران رو هدیه بدم به هموطنم توی تورنتو. و بعد امسال داشتم فکر میکردم که خب بقیه عزیزانم که توی در واقع همونجا توی میدون آزادی اون دوتا جوان خوشگلی که میرخصیدن هر کدومشون 11 اونام کاری نمیکردن به خاطر رخص. آره، یعنی واقعا اونام کاری نمیکردن و واقعا امسال من کنار این سفره تنها یکی از بزرگترین آرزوهام اینه که سال دیگه جوانامون عزیزامون توی ایران برای اون مینیموم آزادی، برای مینیموم ارزش هایی که تو زندگی دارن آسیبی نبینن. و این اینا چیزایی، اینا حال هوای من بوده کنار سفره. حتما آزادی به دست میاد واقعا، به امیدش، به امیدش، به امید کشت ندادیم که سازش کنیم. دقیقاً. واقعا ولی خب حالا شانی تو سال چجوری شروع میکنی؟ والا حقیقتش من چندین سالیه که حالا امسال که بدتر، یعنی هر سال بدتر شده تو ایران اوضاع احوال، سالیانیه که هوای بهار جدا از اون در واقع اسم بهار و تغییر طبیعت، جدا از اون واقعا حال و هوای بهار در دلم نبوده به عنوان اینکه بخوام فکر کنم به عنوان یه ایرانی. برای اینکه ایران روز به روز به مردم فشار بیشتری میاد، اذیت بیشتر میشن، جدا از این کشته ها، اینکه خیلی فاجعه خیلی بدی بودش، اینا جدا از این اقتصاد مملکت، روحیه مردم، نگرش مردم انقدر تحت تاثیر شرایطی هستش که براشون ساختن، واقعا وقتی آدم میخواد بهشون فکر کنه نمیتونه واقعا از ته دل خوشحال باشه. قبول به قول شیخ ازل میگه تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامد نهن آدمی. ولی جدا از اون به هر حال تغییر و تحول در فصل و فکر اینه که دوباره یک بهار جدید، یک فصل قشنگ دوباره در راهه، آدم امید جدید پیدا میکنه، امیدش قوی تر میشه و این امیدو داریم که ایشالله واقعا ایران روز به روز بهتر و بهتر و بهتر بشه، جایی برسه که مردم همه با خوشحالی و شادی هر که هر جوری دلش میخواد زندگی کنه. بله. و خوشحال باشه. با وجودی که غم در ایران فراوونه و فساد و تحریم و گرانی و همه اینا داره بیداد میکنه، ولی در این فصل همه به نوعی خوشحالن و میرن به طرف همین سنت‌های زیبایمون. الان فکر نکنید تو ایران همه ماتم گرفتن. نه، برای اینکه با وجودی که ته دلشون مثلا غمگینن و حال دلشون زیاد خوب نیست، ولی باز به استقبال نوروز میرن. بله، این واقعیتی که وجود داره. و البته من باید اینم اضافه بکنم که جوونه اصلی تو دل تمام ما زده شده به خاطر این حرکت‌های با شهامت واقعا هموطنامون توی ایران. و واقعا خب خود بهار و شروع طبیعت، بهار واقعی نه بهار علکی، واقعا بهار واقعی است، ولی این واقعا خودش یه سمبل زیبایی برای اینکه ما به هممون امید بده، به هممون انرژی بده برای اینکه روی پا بیستیم و واقعا دنبال راه حل‌های سازنده باشیم برای پیش برد اهداف اصلی آزادی. و من خیلی خوشحالم که مردم این سمت و سو هم، یعنی این بره آب جدا از ایران، خیلی کمک کردن، خیلی حمایتشون ها داره تا جایی که تونستن، مخصوصا در تورنتو خیلی با راهپیمایی که گذاشتن، با گرد همایی ها خواستن نشون بدن که ما این درسته این ور آبیم، ولی تنها نیستید، ما هم همچنان به فکر شما هستیم و حمایت همونو در اون حدی که باید انجام بدیم انجام خواهیم. در تایید حرف شما، لس آنجلس بیشتر از تورنتو جمعیت داره، جمعیت بله. ایرانی، اما انسجام و اون یک پارچگی که تورنتو داره هیچ جای هیچ دفعه. شهر ایرانی نشین در دنیا نیست. درسته. و من هم در انگلیس بودم، در خود لندن زندگی میکردم
قبل از یک سال بعد از انقلاب برگشتم ایران. اون موقع که اصلا حالو چیزی نبود، ولی یه دونه رستوران بود. ولی الان خب زیاد شده. اینجا هم همینجوری، وقتی که 35 سال پیش ما اومدیم اینجا، یه رستوران بود، یه رستوران ایرانی بود، یه مغازه ایرانی. تموم شد و رفت. الان ببین به صورت میگن که تهران تو. دقیقاً شد تهران تو، برای اینکه خیابون یانگ مخصوصاً. حتی خدا شاهده برجن یه دونه فروشگاه هم نبود. اولین فروشگاه آسی بود، بعد بقیه اومدن و الان پلازا ایرانیان داره و سراسر. خب خوشحالیم که صدای ایرانی میشنویم. خب 100 درصد همینطوره. صدای ایرانی میشنویم. بازارهای نوروزی همچنان دایره پاورجاست و مهمانی‌های نوروزی هم همینطور. بله بله. نه واقعا این حرف درستیه و تو تایید حرف شما درسته. ما این طرف دنیا، یکی از این چهارهایی که همه هموطنان رو میدادن این بود که ما دلمون با عزیزانمون تو ایرانه. این یه واقعیت بزرگیه و من میخوام اینجا بگم که من خودم شخصا بسیار بسیار افتخار میکنم به هموطنانمون تو ایران. آه. یعنی با تمام وجودم، با اینکه دوریم از وطن، پشت شماییم هموطن. بعد این یک واقعیت بسیار بسیار بزرگه که وجود داره. با تمام وجود بهشون افتخار میکنیم و خیلی جالبه که شاید این حسی که من خودم داشتم، خب من خیلی سال بیرون از ایرانم، ولی اون موقع هم که گزارش میدادم همیشه اسم ایران رو با یه افتخار میگفتم و تمام این سالام خوشحالم از اینکه ایرانی هستم. با وجود اینکه همیشه بسیار احترام قائلم برای فرهنگای مختلف، مثل هممون که توی این شهر تورنتو داریم زندگی میکنیم، ولی خب یه جوری همیشه خوشحالم که ایرانیم. ولی واقعا در یک سال گذشته اصلا اسم ایران یه جور دیگه میگم. هر جا که میشنم دوست دارم از ایران صحبت بکنم و خب این یک هدیه بزرگیه که هموطنان اون بهمون دادن. آره قوقا کردن هموطنان ما در خارج از کشور. اصلا یه زیبایی عجیبی دادن به این نهضت، نهضت زن زندگی آزادی، در پارلمان ها، در کشورهای مختلف، هنرمندان، ورزشکاران، همه اینا پالیتیشن ها یا بسیار سیاست مدار همین رو به نوعی درگیر این برنامه شدن. به خاطر چی؟ به خاطر که ایرانی ها با عرق ملیشون رفتن جلو. بله. اصلا یه کاری دارن میکنن تو همون اعتراضات این حرفا، نگم اونی که صورتشون رو بسیارونن، یک جسدی به انگار دارن میبرن، همه جوره سعی کردن که جلب توجه بکنن. بله. که بفهمن اون خارجی ها متوجه بشن که در ایران چه میگذره. واقعا موفق بودن. آزرمه من خود من توی اینجا خیلی صحبت‌های جالبی داشتم با افرادی که خب غیر ایرانی، اینجا ما میگیم خارجی، خب ما خارجی هستیم، اونا غیر ایرانی هستن. و جالب اینه که تازه خیلی ها شروع کردن با اینکه سالیان سال در کنارشون کار کردیم، زندگی کردیم، ولی انگار تازه دارن میفهمن که ایرانی ها کی هستن، ایرونی ها واقعا چی فکر میکنن، ایرونی ها واقعا چی میخوان. یه همکاری دارم جالبه که کانادایی بود، به من یه حرف جالبی زد، گفت که ما تمام این سالا فکر میکردیم که شما اینجوری زندگی میکنین، یه رفتار میکنین به خاطر اینکه اومدین کانادا، یعنی در واقع کانادایی شدین که اینجوری دارین زندگی میکنین و مثلا این چیزا رو میخواین، اینطوری رفتار میکنین. گفتم اصلا، یعنی به من شروع کردم بهش توضیح دادن که در واقع ما فرهنگمون چیه، ما چه جور آدمایی هستیم، رفتارمون چیه، خواسته هامون چیه، و این براش خیلی جالب بود. و گفتم چقدر جالبه که این به ما این فرصت رو داده که راجع به اینا صحبت بکنیم تو اینجایی که داریم زندگی میکنیم. خب اگه موافق باشین بریم اتاق فرمان چند دقیقه برمیگردیم. درخواست